درود به شما همراهان همیشگی آسمان هنر. هنر عکاسی همیشه مورد توجه است. از عکس‌های خانوادگی تا عکس‌های هنری و علمی مخاطبین خاص خودش رو داره. و اما هنرمند پشت دوربین عکاسی رو کمتر کسی میشناسه. امروز می‌خوایم در مورد یکی از هنرمندان جوان و با استعداد در این زمینه صحبت کنیم. حسین زاره متولد سال 1371 در شهر بوشهر است. این هنرمند جوان عکاسی و ادیت تصاویر رو به صورت همزمان از سن 18 سالگی آغاز کرده و با استفاده از چند سایت خارجی و چندین ساعت تمرین در روز به یادگیری هنر عکاسی و تکنیک‌های مختلف در اصلاح عکس پرداخته. فرصت این پیش اومده برامون که از طریق اسکایپ با خود آقای زاره صحبت کوتاهی داشته باشیم. سلام آقای زاره. خیلی خوشحالیم که امروز توی برنامه ما هستین. من یه معرفی مقدماتی انجام دادم و حالا چند تا سوال دارم از خدمتتون که میپرسم. آقای زاره، چی شد که به سراغ عکاسی رفتین؟ من راستش از قبل اینکه به سن 18 سالگی برسم و گواهینامه‌ام بخوام بگیرم، از همون قبلش خیلی علاقه داشتم به گشتن. ماشین رو بدون اجازه برمی‌داشتم می‌رفتم بیرون برای خودم و اینجور کار رو انجام می‌دادم. دیگه این شد که برای تولد 18 سالگیم به طور اتفاقی بود که برای من کادو یه دوربین عکاسی کامپکت خیلی ساده گرفتن. این بهونه شد که این گشتن‌ها همراه با دوربین باشه. این شد من شروع کردم به عکاسی کردن خیلی اتفاقی. وقتی که این کارو شروع می‌کردم و عکاسی رو انجام می‌دادم، به اون مکان‌هایی که می‌رفتم، اون منظره‌هایی که می‌دیدم، دوست داشتم عکاسی می‌کردم. و وقتی که بقیه دوستان، آشناها، فامیل عکس‌ها رو می‌دیدن، خیلی خوششون می‌اومد و این منو تشویق کرد که من بخوام عکاسی رو یکم جدی‌تر انجام بدم و ادامه بدم، شروع کنم. خیلی هم خوب. آقای زاره، سبکتون در عکاسی و کلن کارهاتون چی هست و چرا این سبک رو انتخاب کردین؟ من اکثر کارام توی بخش فاین آرت قرار میگیره. حالا بعضیاش میتونه کانسپت باشه که مفهومی باشه، بعضیاش خلاقانه هستش که انجام میشه. اکثر کارها توی این هست، توی این دسته هست. بله، من جایی خوندم که شما در جشنواره‌های بین‌المللی هم شرکت داشتین. چه دستاوردهایی داشتین در این جشنواره‌ها؟ درسته، من توی کشورهای مختلف شرکت کردم، تو جشنواره‌های مختلف از امارات گرفته تا چین، آلمان، بوسنی و خیلی از جای دیگه که بیشتر، تقریبا میشه گفت بیشتر از جشنواره که شرکت کردم، من مدال و لوح تقدیر برنده شدم که خوشبختانه متأسفانه نصفش هم هنوز به دست من نرسیده و میگم مثلا که تو گمرک گم شده. ولی من مدتی هستش که زیاد توی جشنواره ها دوست ندارم شرکت کنم و بیشتر کارمو گذاشتم روی اینکه بتونم کارامو جاهای مختلف به اشتراک بذارم که دیده بشه توسط افراد مختلف، سایت های مختلف، مثلا فن پیج رسمی ادوب فتوشاپ یا توسط بازیگران هالیوودی مثل جرید تو. دوست دارم بیشتر کارام توسط آدمای معروف دیده بشه تا اینکه بخوام توی جشنواره‌های شرکت بکنم که بیشتر سلیقه‌ای هستن. درست. برای علاقه‌مندان به کارهاتون کجا میتونن اونها رو دنبال بکنن، کارهای شما رو؟ کارهای من رو من هم توی فیسبوک، هم اینستاگرام، هم سایت دارم به نام حسین زاره هستش، به نام خودم حسینزاره.com یا حسین زاره فوتوگرافی توی فیسبوک هستش و حسین زاره توی اینستاگرام هستن، میتونن کارا رو دنبال بکنن. بله، خیلی ممنون. خودتون رو در آینده کجا میبینید آقای زاره؟
راستش من الان در نظر دارم روی مجموعه کار بکنم که اگه بتونم اونو درست و قوی پیش ببرم و انجام بدم، مطمئنم توی یه جورایی میشه گفت تو دنیا خوب سر صدا میکنه، چون که نسبت به المان ها و آثار باستانی ایران هستش. ولی خب میخوام توی سطح کاری خودم انجامش بدم که اگه بتونم این کار رو انجام بدم واقعا میتونه خیلی خوب دیده بشه. و بیشتر دوست دارم مجموعه کلا کار کنم کم کم و یه مسیر مشخص تری رو دنبال کنم از نظر مجموعه. خیلی هم عالی، براتون آرزو موفقیت میکنم. خیلی ممنون. ممنون، متشکر، خوشحال شدم. مرسی از شما، برنامه خوبتون. خواهش میکنم، خدا نگهدار. برای این هنرمند جوان آینده درخشان رو آرزو داریم و با آرزوی خوش درخشیدن همیشگی تک تک شما در آسمان زندگیتون به خدای بزرگ میسپارمتون.